این کلاب، تو این گروه، تو این کتابخونه، تو این مجلس، تو این چه میدونم get together، تو این شب شعر، تو این سمینار، تو اون هر جایی که شما مرتبا میبینید طرف شرکت میکنه، اونجا قضیه رو لو نمیده، اونجا شلوغش نمیکنه. و یک مرد احمقی اومد نشسته بارها این خانم رو مورد مطالعه قرار میگه، من بسیار آدم با شخصیتی از هر موقع من اومدم دارید، بسیار آباس متین میان، بسیار متین میرن، اگه رقصی میکنن حرکات من سنگین انجام میدن. و بعدم نمیدونی که سوار ماشین میشه میره خونه اون طرفی که ایرانی هم نیست چیکار میکنه. بخاطر که دو حالت داره، یک این خانم از اینجا اومده تو، یک باکره 28 ساله دست نخورده ای هست که هرگز هیچ کاری نکرده. خیلی خوب، اگه شما پیدا کردین بگین یه عکس هم بگیریم بفرستین تلویزیون ما هم نشون بدیم، یا بذاریم رو وبسایت بگیم 28 ساله باکره خوشگلا نه کورو کچل. یک دو، نه خیلی خانم اکتیو سکسش هم داره، باکره هم نیست، پس معلومه به یه جایی داره این قضیه سرویس داده میشه دیگه. خب ولی اونجا دنبال اون سوار اسب سفیده است و تو اگر حواست جمع باشه هیچ موقع این کراپ رو نمیخری. که ببین دختر سنگینم، من از اون دخترها نیستم، من خیلی سنگینم، من هیچ جایی این کارا رو من نمیکنم، من تو کلاب نمیرم با پسرها آشنا بشم. خب به کلاب نرو با پسرها آشنا بشو، بیرون کلاب که آشنا میشی. مهم اینجاست که وقتی به پست من خوردی، وقتی جلوی من اومدی نشستی، وقتی منو گرفتی و مرا سر کافی شروع کردی مخ منو خوردن، که کافی صحیح نیست رفتن و همیشه باید شب بری بیرون، ولی اگه شروع کردی وقت منو بگیری و شروع حرف زدن، طبعا باید از این فایده به من برسه. همون فایده که به من میرسه همونی هست که شما براش ساخته شدی. شما یه آدم سرمزاجی هستی، با هیچ کس نمیخوای کاری داشته باشی، که خب مثلا منم نمیخوام باید کاری داشته باشم، وقت من مهمتر از اینه و میخوام لذت برم. دو، آدم سرمزاجی نیستی، پس داری لذت جنسی تو از یه جای دیگه میبری. اگه قرار من نباشم و کسی دیگه ای باشه، پس اصلا اومدن من با تو بیرون اصلا معنی نداره. در نتیجه شما دوباره باید بفرمایی بری به اتاق همون نمیدونم حالا کیه، سکیوریتی کلاب، استاد دانشگاه است، باکسر، گیتاریست، نمیدونم هر کی هست، شما همونجا باید بری. وقت من با تو نباید تلف بکنم، به خاطر که تو اگر سالمی باید با یه نفر باشی، اگر یه نفر من نیستم وقتم رو تلف نمی کنم، اگرم سالم نیستی که اصلا بهتر من باید نباشم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو بفرمایید قربان. الو سرامی هست. بله میخواستم بگم در باره نجابت بینا تو دنیا این زن ها بخواد که دین دیگه وجود نداره. یعنی من تا حالا با زن ایرانی نبودم، تا حقیقت اینه من تا حالا با زن ایرانی نبودم این چیزا، ولی ما ایرانی ها که اومدیم آمریکا، اینا ایرانی هم که ایران داره داد میزنه، ما زمان 1300 سال پیش ما چیز بودیم، زرتوش بودیم، بهترین دین دنیا زرتوش رو یهودی ها، بهترین پاکترین دین دنیا عرب اومد. آقا ولکن برادر، دین بازی رو ولش کن، هرچیه، من فقط برای هم میگم بخواد دین وجود نداره. یعنی اگه بحث دین نداری ما این رو اصلا برادر، بحث دین نیست قربان، راجب نجابت داریم صحبت میکنیم. همین نجابت باید نه میدونی چیه، مثلا این دختری که تو یه جای باید آشنا شده، دوست پسر 95مش هستی، میگی ولی I wanna take my hand slow hand، نمیدونم این حرفا. خوشحال شدم صحبت کردیم، بحث دین نکنید لطفاً، تا موقعی که خودم بحث دین بکنم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو بفرمایید. خواهش با منی؟ بله بفرمایید. بله آقای بهروز، من فکر میکنم که اولا احترام میذارم به شما و برنامه تون. بله آقای سی روشنگیگری های رو انجام میدید، بسیار عالیه، ولی در این مورد به خصوص فکر میکنم شما دارید شیپور رو از دهن گشادش میزنید. چجوری مثلا؟ منظورتون چیه؟ از بروش میگوید انسان ها برای زندگیشون یک نوع هدف ها یا سیاست ها یا برنامه های رو میریزن. درست. معمولا خانم ها از بروش شما بیشتر نیازه به یک زندگی سالم و داشتن بچه و به هر حال اون چیزی که غریزه بهش حکم میکنه رو دنبال میکنه. مردا، یعنی مردا اون چیزی که غریزه حکم میکنه رو دنبال نمیکنه. مرد از زنبودی شما
در این حالی که دنبال این هدف هست ایجاد یک نوع زندگی بسیارش هم فکر میکنه. بله دوست عزیز، شما چند وقته که کلاب نرفتید و دوست دختر نداشتید؟ من بله سوال اصلا نمیگذارم. چند ساله که شما آخرین دوست دخترتون و آخرین دفعه که شما رفتید در کنسرت و کلاب و دوست دختر پیدا کردین آخرین دفعه کی بوده؟ حدود تقریبا 25 سالگی. پس شما 25 ساله، یعنی الان شما چند سالتونه؟ 60 سال. چقدر؟ 60. 60 تا 25 حساب کنیم میشه یه چیز حدود 35. شما 35 ساله از داستان که در حال گذره دور هستید. لطفاً فکر نکنید که ما داریم راجع به زمان قدیم صحبت کنیم. امروزه داستان بسیار متفاوته. خیلی ممنون که محبت کردین به ما زنگ زدین، ولی شما جزو کسایی نیستید که من دارم راجع بهشون صحبت میکنم. کسایی که دارم راجع بهشون صحبت میکنم کسایی هستن که تو همین کلابا، همین چهارشنبه سوری و نمیدونم غرتی و تیروم و سوترا و اینجور جاها هستن و با دخترای خیلی خوبی هم هستن. من به همشون احترام میذارم تا اونجایی که لیاقت احترام از خودشون نشون بدن. من به هر آدمی که لیاقت احترام از خودش نشون بده احترام میذارم. اینجور جاها که ما میریم، جایی که جوونا میرن اکثرا کنسرت، پارتی، کلاب، اون کسی هم که میگن اصلا من کلاب نمیرم، شما تو کلاب ایرانی نمیبینیش، جای دیگه میبینیش، میره و اینا دارن دوست پسر دوست دختر بازی میکنن، سکس دارن و ما داریم به پسرهای جوانتر میگیم که عزیز من، شما دختری که بخواد نخواد باید بیاد، که خب نمیخواد باید بیاد. دختری که باید میاد و میخواد رود مطالعه بکنه، بهش وقت مطالعه رو بده، دو بار، سه بار، چهار بار روت مطالعه بکنه که تو مطالعهش کش که اگه تو قدت بلند باشه، کمرت باریک باشه و بازوات قوی باشه و ماشین بنز داشته باشی و معروف باشی و مشهور باشی و نمیدونم هر کسی یه خصوصیات مختلفی که یه چیزی خوب باشه داشته باشی، مطالعه کوتاه‌تر خواهد بود. ولی کسایی هستن که سنگین و رنگین میان، مثل سرباز میان محکم با اخم در مجالس شرکت میکنن و میرن. اون وقتی که به تو میرسه اون وقت میگه که نه من باید take my time. میگم این کراپ رو شما نخر، به خاطر اینکه اون دختره اگه آدم ناسالمه که هیچی، اگه آدم سالمیه جای دیگه. she is humping and she is pumping and I said it. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز زوهر هست. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز زوهر هست. علاقه میخوان، حال شما خوبه؟ مرسی، بفهمی خواهش. مرسی، خوبه. برنامه‌ات که خیلی عالیه، مثل همیشه. نمیدونم چرا خانوما همیشه ناراحت میشن از این موضوع. چرا؟ چون من پتشونو میریزم راه و عزیزم. نمیدونم از واقعیت همونجوری که میگی عزیزم، خانومایی که در 40 گذشتن که اصلا این ربطی نداره، بچه های الان باید بدونن این موضوع که شما مطرح میکنید چیه. در ثانی آقایون هم خیلی گریه میکنن، من خودم دو تا پسر دارم، پای تلفن همیشه گریه I love you you don't know I love you. این کار آقایونه. anyway به اونجا یه خواهشی ازتون داشتم، این خانمایی که میان حرف بزه جواب نده، پس اینا همچین یعنی بخند بهش و واسه خودت حال کنی بقیه هم حال. واقعا ما میذاریم اونتا ما این لازم داریم خراب میشه بمونه جواب. نه ما داریم این حرفای ما داریم که این صدای این خانم‌ها رو داشته باشیم، بتونیم بذاریم رو وبسایت قسمت The Mouth of a Lady. وقتی شما قسمت portrun.com موزیر نوشته The Mouth of a Lady، اونجا اینا رو ما لازم داریم که بتونیم فیت کنیم اونجا رو. یه جایی همونجوری که میگی روانشناسی، ولی از صد تا روانشناسم واقعا کارت هست نداره. مرسی. بقول ایرانیای قدیم دمت گرم. دم شما هم گرم، قربون شما. شوی فرتونه بفرمایید با بهروز رویر هستین. الو آقا بهروز سلام. جانم بفرمایید. آقا بهروز میخواستم بپرسم کلاب چیه؟ من نمیدونم، اگه میشه توضیح بدم. شما چند سالتونه نمیدونین کلاب چیه؟ نه اصلا نمیدونم، یعنی به جایی میگم میرخت. چند سالتون هست؟ چند سالتون هست شما؟ من 33 سالمه، ولی میخوام ببینم کلاب چیه، میگم میرخصم. 33 سالتونه شما نمیدونین کلاب یا همین جای پاپ یا کلاب جایی هستش که موزیک میذارن و دخترها و پسرها میزنن و میرخصن و هر کسی هم بخواد میتونه مشروب میخورن و هدف اصلی از کلاب اینه که مردا بیان زنها رو با زنها آشنا بشن و میت کنن همدیگه رو، بهش میگن میت مارکت. آخ جون، پس نجیبه منم که نمیدونم. نه آره، انشالله اومدی تو کلاب شما رو میبینیم.
شهر پورتونو بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. آمن هستیم؟ بله قربان، بفرمایید. تایمه درود بر شما. بهروز جان، من می‌خواستم جواب خانم بدم که تلفن کرد به تربیتی کرد. من خودم دوست دختر دارم، این شاهر زنده هستم، عاشق شما هستش. من در ما در بوده هر جا هستیم، سه شنبه و یک شنبه بودو بودو بریم خونه پورتونو، برمه پورتونو. امروز دیگه حسی کردم اصلا، واقعا دیگه مشکوک شدم به اینکه این نیست که جدی عاشق شما شده. اصلا من خانمه بگم که این من چاری زنده هستم، برای حتی 13 به در رو نمیدونم چی رو داری میزنی. این میشه آدمی که تلویزیون میاد اینقدر طرفدار داره، اینقدر چیز نموشه؟ من واقعا خودم حسی میکنم به شما. نه آخه فکر میکنم تو باید حتما هر جایی یکی میری اگه دست یه نفر نگرفته باشی مثل کالسکه دنبال خودت دیگه میکنی. دو نفر باید که آویزون بشن که ولی آره دست یه اینجوری در حال رفتن با یه نفر نباشی توی جمعیت اصلا تو با کسی نیستی. خیلی خوشحال شدم وقتمون تموم شده، مرسی از محبتتون. عرشبت که دیدار ما یک شنبه 12 ظهر به وقت لس آنجلس، تبلیغات در پرچون داغ، کلیپ آگهی مجانی و اینترویو مجانی. لطفا به این شماره تماس بگیرید. متشکرم از ریشا و نینای عزیز که شوی پرچون را اسپانسر کردن. شما هم به ما بپیوندین. دیدار ما یک شنبه ظهر ساعت 12. خدا نگهدار.